سلام، به برنامه برای آزادی زندانیان سیاسی خوش اومدید. سهیلا دالان هستم و با همکارم سحر تیام در قسمت فنی برنامه امروز با شما عزیزان هستیم. در ابتدا با هم راه‌های ارتباطی با کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی رو می‌بینیم و برمیگردیم به ادامه برنامه. برنامه امروز اختصاص داره به برگزاری بین‌المللی سالگرد اعتراضات آبان ماه و گرامی داشت جانباختگان، گزارش ویژه از اعتراضات و آکسیون‌ها در کشورها و همچنین اخبار زندانیان سیاسی. همینجوری که می‌دونیم سالگرد اعتراضات آبان ماه هستش. یک سال هستش که از کشتار جنایتکارانه زنان، مردان و حتی کودکان معترض که به خیابان‌ها اومدن گذشت. و به این معنا باید گفت که اعتراضات سراسری آبان ماه 98 نقطه عطفی در تاریخ اعتراضات مردم ایران بر علیه رژیم ننگ جنایت اسلامی هستش. جامعه و خانواده های جانباختگان و جنبش دادخواهی همچنان ادامه داره و آبان همچنان ادامه داره. ما در این قسمت صحبت های مادر پویا بختیاری و مادر ابراهیم کتابدار از جانباختگان اعتراضات 98 رو ببینیم که همچنان دادخواهی خودشان را با صدای بلند اعلام می کنند. آزادی خواه بود، دادخواه بود، دادخواه 41 سال ظلم و ستم و استبداد. تو این خیابون ابراهیم منو کشتن. آی آبان ما، آبان ما گلید، ابراهیم ما آبارا گویدلا، سرگردان گویدلا. آی مردم، آی مردم، نه دلیلی نه منم شاقمو بردلا، نه حق بردلا ابراهیم منی، هیچ یره منم ابراهیم بردلا. جوانların قانını ناحق yerə töküdülər. Ay o kesi ki mənim uşağımı öldürdün. Bulun ilə vurdun ürəyinin başından. Nə haqqə, nə zulma. Nə eləmişdi İbrahim mən? Nə eləmişdi İbrahim mən? Quyay mən ru be zərb gülüle kuşdan. Be xiyal xodşun sedayı quyarı خاموش کردند، اما این صدا در من مادر و در حلقوم 80 میلیون ایرانی تبدیل به فریاد میشه، فریاد دادخواهی. کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در روز اعتراضات سراسری آبان 98 در گرامی داشت یاد جانباختگان یک برنامه بین‌المللی روز یکشنبه 26 آبان ماه که برابر 15 نوامبر بود به طور مستقیم از تلویزیون کانال جدید و مدیای اجتماعی کمیته پخش شد و بعد گفت این فرصتی بود که هرچی بیشتر ما بتونیم صدای اعتراضات آبان ماه خانواده های بازداشت شدگان جانباختگان باشیم و همچنین توجه مردم جهان را و همبستگی با مبارزه مردم با خانواده جانباختگان با خانواده بازداشت شدگان ایران جلب کنیم و قدمی برداریم برای سرنگونی حکومت اسلامی ایران که طی این 41 سال بجز سرکوب، بجز کشتار، بجز زندان و اعدام ارمغانی دیگر برای مردم به بار نیاورده است. و باید بگوییم که آبان همچنان ادامه داره. یک سال گذشت و آبان ما و همینجور که ما دیدیم صحبت‌های مادر پویا بختیاری و هزاران مادر دیگر که چطوری اعتراض کردن و جنبش دادخواهی خودشون رو ادامه میدن و با صدای بلند اعلام کردن که آبان ادامه داره.
در این قسمت از برنامه قسمت هایی رو از این برنامه آنلاینی که باید بگیم یک برنامه جهانی بود، چرا که ما پیام هایی از اقصانقاط دنیا برای حمایت از اعتراضات آبان ما، از جانباختگان، از خانواده بازداشت شدگان داشتیم. به همین خاطر قسمت هایی از برنامه رو برای شما پخش میکنیم که این قسمت ها شامل پیام شیوا محبوبی، سخنگوی کمیته مبارزه برای آزادی زندانی سیاسی و پریسا پویده مسئول کمیته هستش. با هم بریم و قسمت هایی از این برنامه رو با هم تماشا کنیم. و سلام های بیکران به شما عزیزانی که این برنامه رو میبینین. در این برنامه یاد جانباختگان آبان ماه رو گرامی میداریم، به مبارزه و شجاعت معترضین آبان ماه درود میفرستیم و به خونواده های جانباختگان ادای احترام میکنیم. من اجازه میخوام چند دقیقه از صحبتم رو به خونواده های زندانیان سیاسی و جانباختگان اختصاص بدم. آبان ماه نقطه عطفی در تاریخ مبارزه مردم علیه فقر و سرکوب و محرومیت بود و این برنامه پیامش این هست که آبان ماه ادامه داره، آبان ادامه داره و صدای معترضین آبان ماه رو نمیتونن خاموش کنن، چرا که چند نفر رو میخوان بکشن؟ مگر ما 2-3 نفر هستیم؟ ما یک نسلیم. چند نفر رو میخوان اعدام بکنن، شکنجه بکنن، ترور بکنن؟ مگر میتونن صدای همه رو خاموش کنن؟ در دهه 60 نسلی از آزادی خواهان رو قتل عام کردن. آیا تونستن مبارزه رو متوقف کنن؟ نه، نسل دیگر این مبارزه رو به دست گرفت. اگر نویدها، پویاها و ستارها رو کشتن، هم نسلیاشون مبارزه رو ادامه دادن و ادامه خواهند داد. در این برنامه امروز روایت هایی از شکنجه ها رو میشنویم، صحبت های خونواده های زندانیان سیاسی رو میشنویم، اما این فقط یک قطره از یک اقیانوسه، چرا که میدونم که تعدادی از شما خونواده های عزیز رو تهدید کردن و گفتن که سکوت کنین، اما این برنامه، حاضرین در این برنامه صدای شما هستن، صدای همبستگی جهانی برای تک تک شما هستن. شما تنها نیستین. در همین برنامه یک پدری از آرژانتین که پسرش در تظاهرات کشته شده بود به شما پیام میده و در پیامش میگه شما تنها نیستین، ما همه با هم در این اعتراض، در این دادخواهی با هم دیگه هستیم. اگر در آرژانتین مادران میدان مایو رو داریم که در همین برنامه به شما پیام خواهند داد، در ایران مادران خاوران رو داریم، مادران معترضین آبان ماه، دیما و سایر اعتراضات رو داریم. به میدان اومدن شما خونواده های عزیز، شما مادران و پدران داغ دیده مهمه و
رژیم از شما میترسه. از خودتون سوال کنین که چرا شما رو تهدید میکنه که سکوت کنین، که در مورد فرزندانتون صحبت نکنین، که در واقع حتی سوگواری نکنین، مراسم براشون نگیرین. چون از شما میترسه، چون از جنبش دادخواهی میترسه و به همین دلیله میخواد شما رو تهدید کنه. از قدرت شما میترسه. برای دادخواهی و گرفتن حق فرزندانتون باید رو به دنیا صحبت کنین. در دهه 60، در دهه خونین 60، زمانی که قتل عام فجیعی صورت گرفت، هزاران هزار نفر رو اعدام کردند. تا مدت‌ها دنیا و حتی تعدادی مردم در ایران نمی‌دونستند چه جنایات هولناکی روی داده، تا اینکه خونواده‌های جانباختگان و خود جانبه در بردگان رو به دنیا کیفرخواستشون رو اعلام کردند و دادگاه تشکیل شد، کتاب‌ها نوشته شد، فیلم‌ها ساخته شد، تا اونجایی که امروز در سطح دنیا مردم میدونن چه جنایاتی در دهه 60 صورت گرفت و در سطح بین‌المللی حکومت شکنجه و زندان، حکومت اسلامی برای جنایاتی که مرتکب شده افشا شده و محکوم شده. شما ببینید تاریخ در واقع جنایت، ارتکاب جنایت به معنی تاریخ انقضا نداره. همونطور که در آلمان و جنایتکارانی رو که در کوره‌های آدمسوزی هیتلر آدم کشته بودن، دهه‌ها بعد از اون جریانات هنوز به دامشون میندازن و محاکمه‌شون میکنن، آمرین و عاملین حکومت اسلامی همین سرنوشت رو خواهند داشت. و به همین دلیل قدرت شما صحبت کردن با دنیا مهم هستش. شما مادر و پدر داغ دیده‌ای که شب و روزتون رو واقعا با حسرت این میگذرونین که یک بار دیگه، ای کاش یک بار دیگه فرزندتون رو در آغوش میگیرین. شما باید دادخواستتون رو رو به دنیا اعلام بکنین. شما جان به در بردگان شکنجه و زندان باید دادخواستتون رو رو به دنیا اعلام بکنین. شما تنها نیستین. جنبش دادخواهی در سطح دنیا و پدران و مادرانی مثل خود شما در تمام دنیا به همراه شما هستن. در سالگرد اعتراضات با شکوه آبان ماه و در گرامی داشت یاد جانباختگان عزیز آبان ماه، امروز در این کنفرانس بین‌المللی در کنار هم هستیم و به همه شما خوش آمد میگم. اعتراضات آبان ماه در نوع خودش بی‌نظیر بود و در واقع نقطه عطفی بود در اعتراضات مردم ایران در 4 دهه گذشته. این اعتراضات متفاوت بود برای اینکه مردم با خواست و مطالبه سرنگونی جمهوری اسلامی به خیابون اومده بودند. اعتراضات آبان ماه ادامه کشتار آزادی خواهان در دهه 60 بود. اعتراضات آبان ماه ادامه اعتراضات مردم و دانشجویان در سال 78 و 88 بود. ادامه اعتراضات دیماه 96 و 97 بود. ادامه اعتراضات و مبارزات جنبش‌های برابری طلبانه زنان از بعد به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی بود. و تفاوتش با تمام اعتراضات سال‌های گذشته این بود که ما در سال 78 شاهد اعتراضات دانشجویان که به طور مشخص در تهران متمرکز بود بودیم. در سال 88 مردم به خیابون اومدن، اول به بهانه تقلب در انتخابات و با شعار رأی من کو، که در انتهای این اعتراضات مردم با شعار رأی بهانه است و کل نظام نشانه است در خیابون بودن. در دیماه 96 مردم رادیکالتر و منسجمتر و در سطح وسیعتری، نه تنها در تهران بلکه در شهرستانهای دیگه و شهرهای دیگه بیرون اومدن و با شعار اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا. اما در سال 98 مردم با شعار رادیکالتری و
خیلی عظیم در به اصطلاح سطح عظیم وسیع‌تر و بزرگتری و با قدرت بیشتری به خیابون اومدن با مطالبه سرنگونی جمهوری اسلامی، با شعارهای سپاه جنایت میکنه، رهبر حمایت میکنه، با شعارهای جمهوری اسلامی نمیخوایم نمیخوایم. و این کل گفتمان سیاسی رو در جامعه تغییر داده بود. شعارهای از بغداد تا تهران انقلاب 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 رو روی میز جامعه گذاشته بود و در واقع اون گفتمان رفراندوم و یا تغییر رژیم از بالا و یا چنج رژیم رو به عقب رونده بود و انقلاب توسط مردم رو روی میز جامعه گذاشته بود. در اعتراضات آبان ماه یک بچه مهم دیگه اعتراضات آبان ماه حمله به مراکز مذهبی و دفاتر امام جمعه ها بود که نشون میداد که مردم میخوان دست مذهب رو از زندگی و زندگی شخصی و اجتماعیشون کوتاه کنن. همینطور با حمله به مراکز دولتی و بانک ها به خوبی این پیام رو به دنیا و جامعه دادن که میدونن که تمام فقر و فلاکت جامعه از کجا ریشه میگیره و خواهان به هم ریختن و به اصطلاح زیر رو کردن سیستم اقتصادی اون کشور هستن. اعتراضات آبان ماه درسته که با در سطح وسیع مردم دستگیر شدن و جان باختن. 1500 نفر از صحبت از 1500 نفر جان باخته هست و نزدیک به 8000 نفر دستگیر شده در آبان ماه. اما این اعتراضات شکست نخورد. درسته که به خواست و مطالبه خودش بلافاصله دست پیدا نکرد این رفتن جمهوری اسلامی، اما شکست نخورد و شاهد این هستیم که در ادامه آبان ماه همچنان مردم، کارگران، معلمان و زنان، دانشجویان در سطح وسیعی در خیابون ها موندن و اعتراض کردن با وجود حتی کرونا و شیوع کرونا در جامعه. ما شاهد اعتراض های متفاوت و مختلف و وسیعی بودیم. کارگران هیپکو آذرآب عراق رو داشتیم، کارگران شکر هفت‌تپه رو داشتیم که با مطالبات خودشون خوشبختانه دو روز پیش تونستن قدم بسیار بزرگی بردارن و اعلام کردن که ادامه داره این اعتراضات. اعتراضات اعتصابات عظیم صنعت نفت رو داشتیم، همینطور اعتراض معلمان همونطور که گفتم و بازنشستگان رو داشتیم در خیابون، مال باختگان رو داریم همین حالا در خیابون و از همه مهمتر جنبش دادخواهی که هرگز ساکت نشد. خانواده هایی که همیشه و همیشه صدای فرزندانشون در زندان بودن و یا صدای جان باختگان عزیزشون بودن. مادر سهیل عربی رو دیدیم که از پا ننشسته در تمام این سالها. راحله راحمی پور رو داریم که همین حالا زیر 6 سال حکم زندان هست به خاطر دادخواهی برادرش و ناپدید شدن بچه برادرش. این اعتراضات ادامه داره و مردم با عزمی راسختر در سطحی وسیعتر و با قدرتی باشکوه‌تر قطعا دوباره به خیابون خواهند اومد و مطالبه آبان 98 رو به پایان خواهند رسوند. در این قسمت از برنامه همکارم زهرا لطفی رو همراه داریم که گزارش وی رو در مورد برگزاری آکسیون‌ها در کشورهای مختلف رو داشته باشیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان برنامه. آبان سال 98، آبانی که نقطه عطف اعتراضات عظیم مردم ایران بود، چه زن، چه کودک، چه مرد به خیابون رفتن به نشانه اعتراض به فقر، معیشت و گرانی، اما با شعارهایی که سر دادن در واقع سیاست‌های ضد انسانی جمهوری اسلامی رو به نشانه گرفتن. جمهوری اسلامی اینترنت رو قطع کرد تا صدای اعتراض مردم ایران شنیده نشه، اما دنیا صدای مردم ایران رو شنید، صدای اعتراض رو
و جنبش دادخواهی که خانواده های بازداشت شدگان و کشته شدگان به راه انداختن. در همین رابطه به مناسبت سالگرد آبان 98 در کشورهای مختلف سازمانها و نهادهای مختلف اومدن میتینگ های اعتراضی رو در داخل سنتروم و حتی جلوی سفارت ننگین جمهوری اسلامی به راه انداختن که نهادهایی که برگزار کننده این میتینگ ها بودن کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی و کمیته علی اعدام در کشورهای مختلف. فعالین کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در کشور هلند، در شهرهای مختلف و در آلمان و حتی در کشور سوئد هم در اعتراضات میتینگ های اعتراضی برگزار شد. اما خب در یک سری از کشورها به خاطر شیوع ویروس کرونا این اعتراضات متاسفانه لغو شد. اما اینکه من خواستم بگم که با اینکه جمهوری اسلامی اینترنت رو قطع کرد، اما مادران خانواده هایی که بچه هاشون از دست دادن، مادرانی که فرزندانشون در بازداشت هستن به خاطر اینکه به فقر و گرانی اعتراض کردن اما سکوت نکردن و یک جنبش دادخواهی رو به راه انداختن، فعالینی که در خارج از کشور اومدن به مناسبت گرامی داشت سالگرد آبان 98 اومدن صدای خانواده های جان باختگان، صدای خانواده هایی که فرزندانشون در بازداشت به سر می بردن و همچنین صدای مادران دادخواه و خانواده هایی که دادخواه فرزندشون بودن شدن در کشورهای مختلف. ممنون از حضورتون در برنامه امروز ما. این بود گزارش خبری همکارم زهرا لطفی از نوع برگزاری اکشن ها در کشورهای مختلف به مناسبت سالگرد اعتراضات آبان ماه. در این قسمت توجه شما را جلب میکنم به گزارش خبری در مورد زندانیان سیاسی در هفته ای که گذشت. بریم و این گزارش رو با هم ببینیم. با درود فراوان، من نگار نادری از کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی خلاصه ای از اخبار زندانیان سیاسی در هفته ای که گذشت را به اطلاع شما میرسانم. یاسمن آریانی، فعال سیاسی و مخالف با حجاب اجباری، در زندان کتویی به کرونا مبتلا شد. حکم اعدام جاسم حیدری، فعال سیاسی، در دیوان عالی کشور تایید و به وی ابلاغ شده است. رئیس دیوان عالی در ایران میگوید که رأی نهایی روح الله زم صادر شده و به زودی اعلام می شود. فاطمه داون از بازداشت شدگان آبان ماه که دوران محکومیت خود را در زندان مرکزی ارومیه سپری می کند، از روز پنجشنبه 22 آبان ماه به نشانه اعتراض به تصمیم مسئولین زندان مبنی بر مخالفت با آزادی وی با پابند الکتریکی دست به اعتصاب قضا زده است. سکینه پروانه، زندانی سیاسی محبوس در زندان قوچان، که در اعتصاب قضای اعتراضی به سر می برد، به نشانه اعتراض لبهای خود را دوخت. زینب جلالیان، زندانی سیاسی، به مکان نامعلومی منتقل شد. همچنین ریه های زینب جلالیان پس از ابتلا به کرونا در زندان قرچک و عدم رسیدگی پزشکی دچار آسیب جدی شده است، به طوری که مدام سرفه می کند و دچار مشکل شدید تنفسی می باشد. سهیل عربی، زندانی سیاسی محبوس در سلول انفرادی بند 2 الف سپاه در زندان اوین، پس از اتمام بازجویی به بند قرنطینه زندان رجایی شهر کرج منتقل شد. محمد حبیبی، زندانی سیاسی و عضو هیئت مدیره و مسئول تشکیلات کانون صنفی معلمان ایران، از زندان فشافویه آزاد شد. فاطمه ملکی از انتقال همسرش محمد نوریزاد به بیمارستان طالقانی به علت وخامت حال وی خبر داد. همزمان با سالگرد اعتراضات سراسری آبان 98، در بهمن ماه یک دادگاه بین‌المللی مردمی در دادگاه لاهه در کشور هلند برگزار خواهد شد که در این دادگاه به پرونده کشتار معترضان آبان ماه رسیدگی می شود.
در جریان دادگاه بین المللی مردمی آبان که به مدت 3 روز در لاهه برگزار می شود، گروهی از حقوقدانان بین المللی و شهادت خانواده های کشته شدگان، شاهدان و کارشناسان را استعمال کرده و برای صدور حکم جنایت های بین المللی انجام شده از سوی مقامات حکومتی، نیروهای انتظامی و امنیتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به پایان یکی دیگر از برنامه های برای آزادی زندانیان سیاسی رسیدیم. قبل از اینکه با شما خداحافظی کنم، برای دیدن کامل برنامه آنلاینی که داشتیم به مناسبت سالگرد اعتراضات آبان ماه و به یاد جانباختگان، میتونی این برنامه را از طریق مدیای اجتماعی کمیته دنبال کنید و در جریان کامل این برنامه قرار بگیرید. ممنون که با ما همراه بودید. تا برنامه دیگر.